چی زدتت؟ آخ منگور جاودانه شد اون سکانس شما دیگه. اون سکانس جاودانه به وجود اومد و سینمای ایران رو اصلا به دو قسمت کردن دیگه، سینمای قبل از قیصر و سینمای بعد از قیصر. اون زمانی که شما قیصر رو کار میکردین واقعا پیشبینی میکردین که قیصر اینقدر اثر جاودانه‌ای بشه؟ یعنی همون دوست دارم بدونم اون حس و حالتون، خب یه گروه جوونی بودین با هم اون موقع داشتین کار میکردین، فکر میکردین که یه کارگردان جوون بیاد سینما ایران رو به قول شما به دو قسمت تقسیم کنه با این فیلم؟ خدمت شما عرض بکنم که من اون موقع در تئاتر بودم، داشتم با برادرم شهر قصه رو کار میکردیم و اصلا کارم چیز دیگه بود. وقتی آقای کیمیایی به من گفتن اون جو که مشهوره تو بیا تو فیلم من بگو، منم به عنوان بچه من رفتم گفتم و اصلا این فکر نمی کردم که یه همچین اتفاقی قراره بیفته. به عنوان رفیق رفتم، چون بچه های تئاتر اون موقع به سینما نمی رفتن و دوست نداشتن، ولی من به خاطر آقای کیمیایی رفتم و بعد که دیدم واقعا چه فیلم بسیار خوبی شد و طوری شد که دیگه من از تئاتر کنده شدم اصلا، چون بعدش دیگه رضا موتوری و همینجوری فیلم های مختلف اومد و دیگه من اصلا از تئاتر جدا شدم رفتم تو سینما، ولی پیوند خودم با تئاتر نبریدم. هر وقت برادرم تو شهر قصه، بعد ماه و پلنگ، بعد شاپرک خانوم، هر وقت تئاتر داشتن من در خدمتشون بودم. علاوه بر این که خب تو گروه هنر ملی آقای جوامرد کار میکردن، آقای بیزایی کار میکردن، من ببخشید من آدم سودرنمه، من سیگار نمیکشم به جاش آدم سودرنمه. تبریک آقا، خیلی کار خوبی میکنی. ببخشید که این آدم سودرنمه. محله شما واقعا محله هنرمند خیزی بوده. بله. آقای فرامرز غریبیان، آقای کیمیایی، آقای بیژن مفید، شما و خیلی بزرگان در واقع از اونجا اومدن. چجوری بوده؟ آقای فردین، آقای ملک مطیعی، آقای گلپایگانی، تو اون محل عشق کار هنری بودن، هم خواننده هم نوازنده، هم خیلی محل پرشوری بود از این نظر، هم از نظر موسیقی، هم از نظر هنرهای مختلف. خیلی از اون محل آدم در مد، از تو اون گوشه موشه‌هاش هم بندم بودم. واقعا در اون بچه های جنوب شهر به قول ما بود که اینجوری با حالا همون دست بسته مالی و اینا اینقدر میمدن و میدرخشیدن تو کار هنری؟ والا تهران دو قسمت بود، یه قسمت غرب تهران بود، یه قسمت شرق. قسمت شرق تقریبا میشه مثلا گفت دیگه بالا شهر اون روز تهران بود، چون از میدون ژاله به بعد که حالا شده میدون شهدا اصلا بیابون بود. و مثلا آخرین قسمت شرق تهران همون شهباز بود. بیشتر فرهنگی ها و کسایی که تو اون محل بودن بیشتر از اهالی ادبی و چهره‌های هنری و اینا بودن، همه کارمند و مثلا همین پدر خود من دبیر ورزش بودن، مادرم مدیر مدرسه بودن، همه اونور فرهنگی‌ها و فرهیخته‌ها بودن و خب بچه‌های اونا توشون در اومد دیگه.